برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. به گفته مقامات طالبان با انفجار یک مین منفجر نشده در روز یک شنبه در ولسوالی پشتون کوته ولایت فاریاب 4 کودک کشته شدند. این رویداد در روستای دهندره زمانی رخ داد که کودکان در حال بازی با بقایای یک مین منفجر نشده بودند. این 4 کودک 3 پسر و 1 دختر بین 6 تا 7 سال بودند که این مین منفجر نشده را در یک کانال آب پیدا کرده و زمانی که سنگ به سمت آن پرتاب می کردند منفجر شد. مهمات منفجر نشده به جا مانده از سالهای درگیری همچنان یک تهدید مرگبار در افغانستان به شمار می رود و سالانه جان ده ها کودک را می گیرد و صدها تن دیگر را مجروح می کند. آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس در شهرستان رستم و استان فارس که از پنجشنبه 24 خرداد ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. فعالان محیط زیست با اشاره به اینکه ستاد بحران استان فارس برای مهار این آتش سوزی و کمک رسانی بسیار کند عمل کرده است، از کمبود امکانات از جمله بالگرد آب پاش خبر می‌دهند. با این حال مختار امیری فرماندار شهرستان رستم مدعی است که بخشی از این آتش سوزی مهار شده و تلاش برای مهار کامل آن ادامه دارد. گفتنی است که بخش زیادی از آتش در کوههای حاجی کوهی، گزکان، سکلان و گود انجیر بردکوه این شهرستان در غرب استان فارس مهار شده و تلاش برای مهار کامل آتش در این منطقه ادامه دارد. یک نهاد سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که حدود 625,000 کودک از تحصیل در نوار غزه محروم شدند، چرا که مدارس به دلیل درگیری‌ها در این منطقه بسته شدند. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که جنگ دوران کودکی را از کودکان غزه رو بوده و بازماندگان آن از آسیب‌های شدید رنج می‌برند. مدارس کودکان غزه ویران شد و آنها یک سال تحصیلی کامل را بدون آموزش یا بازی از دست دادند. در این بیانیه همچنین آمده است که کودکان اولین کسانی هستند که بیشترین آسیب‌ها را در درگیری‌ها و جنگ‌ها می‌بینند.